سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که همگی صحتمند باشیم. به ویدیو برای شما کار خانگی که داخل گروه گذاشتمه توضیح میدم. قسمی که میبینیم قرار داخل از این کار خانگی شما همچین وبسایت با استفاده از HTML و CSS دیزاین کنیم. فقط HTML و CSS کار میکنیم، جاوا اسکریپت نیاز نیه که کار کنیم. البته در قسمت رنگ بندی و عکس ها و متن و موضوعاتی که اینجا هستید به دلخواه خود خود میتونیم شما هر کانتنت داخل اضافه کنیم. اولی که شما باید در قسمت تایتل، قسمی که میبینیم، بر سایت خود یک اسم تعیین میکنیم. دلخواه هر اسم ما این بر سایت خود میتونیم بگذاریم. مثلا من اینجا گذاشتم گنجینه سینما و به پهلوی از میبینیم این سایت ما یک آیکون داره. این موضوع شما داخل لکچر ها نخوندیم که چی رقم برای سایت خود میتونیم یک آیکون تعیین کنیم. داخل اینترنت سرچ کنیم و باز به ویدیوهای آینده هم برای شما توضیح میدم که چی رقم میتونیم شما به اینجا یک آیکون بگذاریم. خب قسمی که میبینیم دو تا پیج داره اینجاگاه که وقتی موس روی میبریم رنگ بکگراندی رو تغییر میکنه و فعلا میبینیم که به پلوی از ای که خانه نوشته یک آیکونی هم گذاشته. ای که چی رقم شما میتونیم اینجا آیکون اضافه کنیم، میتونیم شما از داخل فونت آسم استفاده کنیم، میتونیم از ترد پارتی لایبرری هایی که در داخل اینترنت هست استفاده کنیم، میتونیم از ایموجی استفاده کنیم. حالا نظر به ای که شما چی رقم دوست داریم چی ایموجی اینجا بگذاریم، به همون روشی که یاد داریم این کار انجام بدیم. و حتمی هم نیه که فارسی باشه، میتونیم انگلیسی تیار کنیم، میتونیم فارسی دیزاین کنیم. خب اینجا میبینیم که خانه یه وقتی روی کلیک میکنیم این صفحه index.html ما باز میشه. پس ما یک صفحه دارم به نام index.html که صفحه هوم پیج مانه. همیشه صفحه هوم پیج سایت یا هر چیزی که دیزاین میکنیم باید به اسم ایندکس باشه، چون داخل گیتاب که میگذاریم باید به همین اسم ایندکس باشه که اون بتونه لود کنه. خب به این قسمت میبینیم یک بخش داریم به نام این قسمت بالایی پس شد هیدر ما. و چیزی که اینجا مهمه اینه که وقتی شما اسکرول میکنیم به یالت پایین و بالا میکنیم و هیدر هم هاید میشه و شما میتونیم کاری کنیم که وقتی اسکرول میکنیم و هیدر فکس باشه. البته اگر خواسته باشیم میتونیم تغییرات داخل اضافه کنیم و آزادیم که این کار انجام بدیم. و وقتی که روی از این خانه کلیک میکنه صفحه هم باز میشه و به این قسمت سکشنی داریم که فیلم برجستر نشون میده. به اینجا میبینیم که فیچرد فوتو یا فیچرد مووی یا فیلم برجسته نوشته و یک عکس به رزولوشن شما میتونیم اینجا بگذاریم که پوستر یک فیلمه. البته اگر خواسته باشیم توضیحات هم میتونیم در مورد از این به پینت بدیم. بعد از این به این قسمت نوشته جستجوی فیلم ها که شما میتونیم به هر تعداد فیلم اینجا بگذاریم که روی هر کدام که بریم وقتی روی موس میبریم میبینیم که کمی بزرگ میشه. به یالت اول خورده وقتی موس روی میره کمی بزرگ میشه و به داخل خود یک چیزی به نام عنوان فیلم داره که وقتی روی کلیک کنیم چی روی عنوان فیلم چی به روی از این آیکون که وقتی روی میاییم میبینیم یک آیکونی به یالت انیمیشن داره به نام فید این و فید اوت. وقتی موس میبریم هاید میشه، وقتی موس میاریم پس شو میشه. و روی از اگر کلیک کنیم میبینیم ما به این صفحه میاره به نام مووی دیتیل داد HTML. پس یک صفحه ایندکس شد که قبلا دیدیم شما به اینجی و یک هم صفحه فیلم هایه که وقتی روی کلیک کنیم شما میبینیم اینجا چندین تا فیلم میتونیم ببینیم. خب قبل از اینکه من فیلم ها توضیح بودم، وقتی روی یک از این فیلم ها به اینجا کلیک میکنیم که اون پلی کنیم یک عکسی نشون میده، یک متن، یک عنوان از فیلم نشون میده و به این قسمت میبینیم دکمه داره به نام اجرا. اگر اجرا بزنیم به اینجا فیلم برای ما پلی میکنه. قسمی که میبینیم به اینجا فیلمی که داخل کمپیوتر خود شمانه برای شما پلی میکنه. البته شما میتونیم به این قسمت وقتی روی اجرا کلیک میکنیم از آی فریم استفاده کنیم و از داخل یوتیوب یک فیلمی بگیریم. میتونیم هم شما کار کنیم که ویدیو داخل کمپیوتر خود شما باشه پلی شه. پس روی از این دکمه پلی که میزنیم باید او فیلم پلی کنه. و دیگه این قسمت آخر میبینیم که یک فوتری هم داره و این فوتر میبینیم فکسته. یعنی وقتی من موس به حالت اسکرول میکنم این گنجینه سینما که به قسمت فوتره به حالت پوزیشن فکس میبینیم که به هر حالت اسکرول این برای یوزر نمایش داده میشه و میتونیم شما این فیچر داخل یا اضافه کنیم و این حتمیه که باید کار انجام بدیم.
خب پس روی هر کدوم از این فیلم ها که کلیک کنیم شما رو میبره به صفحه مووی دیتیل داد HTML که به ایالت شما میتونیم فیلم پلی کنیم. یکی دیگه اینه که صفحه دیگه داریم به نام فیلم ها. روی فیلم ها که کلیک میکنیم این صفحه باز میشه که از هر فیلم میبینیم اینجا یک عکسیه، یک عنوانیه و یک امتیازیه و یک دکمه پلیه که وقتی موس روی میاریم میبینیم این کمی کلون میشه و او دکمه هم نمایان میشه. وقتی روی دکمه بازم کلیک کنیم بازم ما به صفحه مووی دیتیل داد HTML میاره که شما میتونیم به اینجا اطلاعات یا دیتیلز از اون فیلم ببینیم. میتونیم حالا شما این عنوان فیلم که به اینجا بیاریم به سمت راست، یعنی از لازم موقعیت آزادیم که جا از اینا رو تغییر بدیم یا این دکمه اجرار بیاریم به وسط یا بیاریم به سمت راست، این کارا رو میتونیم انجام بدیم. پس دوباره روی فیلم ها میریم. روی فیلم ها وقتی میاییم شما اینجا میتونیم روی هر کدام از این فیلم ها کلیک کنیم شما به صفحه مووی دیتیل میبره. تعداد از این فیلم ها رو مثلا به هر رو 3 دونه شما در نظر بگیریم و بعد از شما اینجا چند تا دکمه میبینیم که یکی به ایالته، یکی نیکست، یکی پرویوسه و یک دوسی هم به اینجا میتونیم شما ببینیم که ای به نام پیج نشان یاد میشه. شما یک پیج نشان دیزاین میکنیم ولی که اگر خواسته باشیم که مقبول تر شه میتونیم شما برای از این استایل های مختلف اد کنیم دست خود شما. قسمی که اول گفتم از لحاظ رنگ بندی شما آزادیم که هر رنگ برای از این اد کنیم و روی هر کدوم از این پیج ها که کلیک کنیم برای فعلا من چیزی کار نکردم، هیچ پیج اضاف نکردم ولی اگر وقت کردیم میتونیم پیج های مختلفی مثل همین صفحه که اینجا شما میبینیم اضاف کنیم و عکس ها و اطلاعات داخلی رو تغییر بدیم و بازم میبینیم که این گنجینه سینما فوتر ما به حالت ثابت به هم صفحات هسته، هم به صفحه فیلم های، هم به صفحه خانه یا هومه و هم وقتی که به داخل صفحه دیتیلز میریم بازم شما این فوتر رو میتونیم ببینیم که به حالت فکس قرار گرفته. پس به صورت کلی شما داخل از این وبسایت 3 تا فایل داریم، یکی index.html، یکی movies.html و یکی هم به نام movie-details.html و یکی دیگه هم هست که شما شاید متوجه شده باشیم روی اجرا که کلیک میکنیم که این به نام browse.html اسم رو گذاشتم. حالا شما میتونید اسمی رو هرچی خواسته باشیم بگذاریم. پس کلن 4 پیج میشه که داخل توضیحاتم داخل گروم اساینمنتی که برای شما گذاشتم این چیزا گفته شده که 4 پیج داره و هر پیج باید به همین حالتی که اینجا شما میبینیم دیزاین شه و وقتی موس روی میاریم به حالت انیمیشن داشته باشه و این موضوعات. البته که خیلی از موضوعاتی که به اینجا شما میبینیم که ما کار کردم داخل یا وقتی عملا شما کار میکنیم اون موضوعات شما نخوندیم و باید شما سرچ کنیم و به خاطر همین اساینمنت برای شما دادم که شما بفهمید که تنها با موضوعاتی که برای شما درس داده میشه شما نباید اکتفا کنیم و باید بیشتر و فراتر از اون سرچ کنیم و پروژه یا اساینمنتی که برای شما داده میشه کار کنیم. البته که به روش های مختلف میتونیم ایر کار کنیم. بازم با آینده ها من برای شما ویدئویی حتما رکورد میکنم از پراپرتی هایی که برای شما درس ندادم و داخل از این پروژه ممکنه استفاده شه یا از مثلا حالت لیاوتی که باید برای از شما در نظر بگیریم چی لیاوتی داخل CSS هست که شما نخوندیم و خیلی خوب میشه که شما به داخل از این پروژه اوریاد بگیریم و استفاده کنیم. باز من برای شما یک ویدئوی جدا حتما با آینده روان میکنم. پس کل ساختار از این وبسایت به همین حالته. اگر وقت کردیم و خواستیم بیشتر روی از این کار کنیم میتونیم پیجا مختلفی برای از این اضافه کنیم آزادیم. دوباره تکرار میکنم از لحاظ رنگ‌بندی، لوگو، آیکون، نام و اطلاعاتی که داخل از این عکسایی که داخل اینه اینا همه گیج دست خود شما، هر چه خواسته باشیم میتونیم به اینجاگا بگذاریم. مهم اینه که همیت یک ساختار بتونیم تیار کنیم. و یک گپ دیگه اینه که شما به داخل از این بحث ریسپانسیونس در نظر نگیریم، یعنی که وقتی مثلا این صفحه خورد میشه یا کلون میشه اگر این عکس ها با هم میخوره یا موقعیت رو تغییر میکنه اصلا مهم نیه و شما روی از این فکر نکنیم، چون تو حال بحث ریسپانسیونس برای شما درس ندادم و باز او رو وقت خوندیم داخل بوت استرپ باز میشه که این بحث رو کار کنه که این ریسپانسیو کنیم. موفق باشیم، وقت خوشی داشته باشیم، خدا نگهدار.